یادم وقتی نوجوان بودم تنفر داشتم از اینکه پدرم به نوارهای گوش بده که حاوی اشعاری مثل حافظ و سعدی و مولویه. به محض اینکه فرصتی گیر می آوردم نوارشو می دوزیدم و خورد می کردم و الخاشو توی خونه پخش می کردم. جالبه که پدرم خیلی ناراحت می شد اما چیزی به هم نمی گفت. فقط سعی می کرد تا نوارشو از من مخفی کنه. توی اون ایام چیزی از اون اشعار نمی فهمیدم و همین منو رنج می داد. من که زمان تحصیل در دبیرستان رو از دست داده بودم، تنها راه رسیدن به دانایی رو در کتاب خوندن جستجو کردم و پس از 4 سال کار در کتاب فروشی، هوس نوشتن و شعر گفتن و با بچه های درس خونده هم رنگ شدن در من برانگیخته شد. بچه روستای یزد، شاگرد کار بنایی، کارگر کارگاه جوراب بافی، با توکل به خدا و پشتکار خود سالها بعد شد نویسنده 3 عنوان کتاب برگزیده سال و برنده جایزه یونسکو. آخرین صفحه از کتاب قصه زندگی مهدی آذر یزدی هم ورق خورد. پیکر این نویسنده کشورمان امروز پس از تشییع در تهران به زادگاهش یزد انتقال یافت. گذشت و من هم مثل همه آدم ها بزرگ شدم. اما این سوال هنوز برام بی جواب مونده بود که چجور آدمی میتونه توی اون سن و سال به شخصی مثل حافظ علاقه‌مند باشه. باز هم گذشت و امروز 110 روز از 23 سالگی منه. خبر فوت مهدی آذر یزدی، نویسنده برجسته کودکان و نوجوانان، منو منقلب کرد. با دوربینم به مراسم تدفینش در یزد رفتم. چند روزی از مراسمات مرسوم گذشت. برای مراسم 7 آذر بود که از مصطفی رحمان دوست، نویسنده مطرح کودک و نوجوان، دعوت کردند تا به یزد بیاد و بر سر مزار آذر سخنرانی کنه. اونجا به چیز عجیبی برخوردن. دختر بچه جلوی مجلس ایستاده بود و سعی داشت خودشو به تریبون نزدیک کنه. نگاه های عجیبی به رحمان دوست میکرد، انگار که مشتاق حرف زدن با اون بود. دفتر آبی رنگ کوچکی هم در دست داشت. کسی که به مدرسه نرفته بود کتاب‌هایی نوشت، 23 تا کتاب نوشت. تصویر برداری از مراسم رو رها کردم و با دوربین حرکات اون رو تحت نظر گرفتم. وقتی در پایان مراسم علت حضورش رو در اینجا پرسیدم، متوجه شدم که اون دفتر آبی حاوی نوشته‌هاشه که برای نشون دادنش به رحمان دوست به اینجا اومده. از من خواست تا اگه میتونم کاری کنم که رحمان دوست نوشته‌هاشو بخونه. احساس کردم دارم جواب سوال قدیمی رو پیدا میکنم. برای اولین قدم اونو به هتل محل اقامت رحمان دوست بردم تا به آرزوش برسه. شاپرک شیطونه، خیلی مهربونه، به خونه همه سر میزنه، گاهی خونه شما، گاهی هم خونه ما. شاپرک دوست داره خنده های شیرین، شاپرک بو میکنه گلهای نسرین، شاپرک ظریفه، قدر اونو میدونیم، سرود براش میخونیم. خوش بال شاپرک، تو براش سرود میخونیم. ببین نسرین جون، تو در هر صورت خدا بهت استعداد شعر و شاعری، استعداد قصه نویسی داده و میتونی انشالله در آینده این کار رو بکنی، اما الان باید خیلی کتاب بخونی. اما آرزوی نسرین این نبود. وقتی بیشتر باهاش آشنا شدم ازش پرسیدم آرزوی بزرگ چیه، جواب عجیبی به هم داد، جوابی که انگار جواب همون سوال قدیمی بود: شعر گفتن و نوشتن مثل حافظ. نصرت والا نسرین و اسمش بریز صداش مزنه نه نمیدونم مامانش نگفته نسرین میگه از نصرت بابا میگم نسرین یادم بله شعر میگه داستانم میگه من خواهر و برادرام متولد شهری یزد هستیم. مادرم هم در همین شهر ازدواج کرده و ما به دنیا اومدیم. بعضی وقتا با خودم فکر میکنم کاش میشد به کشور خودمون بریم، اما نمیدونم اونجا چه جور جاییه و آیا با زندگی که ما اینجا داشتیم جور در میاد یا نه. فقط از حرفای بزرگترا فهمیدم که از سالها پیش دچار جنگ شده و همیشه از اونجا به عنوان کشور جنگ زده یاد میکنه. وقتی از مادرم سوال میکنم که ما از کجای افغانستان هستیم، مادرم بنا به حرف پدر به مادر بزرگم میگه که اونا اهل روستایی در شمال افغانستان هستن و اون نقطه در حال حاضر
کاملا ناامن و خرابه. وقتی به شمال ایران فکر میکنم که چه جای سرسبز و باصفاییه و همه دوست دارن به اونجا برن و استراحت کنن، از خودم میپرسم آیا شمال کشور ما هم مثل شمال کشور ایرانه؟ مادرم میگه برای رسیدن به جواب سوالات باید صبر کنی تا به سن قانونی برسی. شاید اون موقع بتونی همراه با برادرات به اونجا بری و جواب درست یا غلط بودن سوالات ها پیدا کنی. این عکس برای همون داستانیه که من به خاطرش داستان برفا نوشته بودم. وقتی حوصله‌ام سر میره میرم دفترمو باز میکنم، یعنی بنویسم، یعنی یک کلمه که بنویسم میام که الان چه کلمه به مخوره، همونو بالاخره یک کاری میکنم، به فکر خودم میارم منویسم، دوباره همین کلمه رو جور میکنم یکی داستان به دست میارم. یه روز ما نشسته بودیم توی اتاق، اخبارا شروع شدن، خبر شدم که به افغانستان حمله شده، یعنی آمریکا بهش حمله کردن. ای مامان خود دوباره اینجا شهری هست گفته حافظ. خب، حالا شما از اون بخونم بشنم. ای سبا با ساکنان شهری از دزما بگو، کی سر حق ناشناسان گوی چوکان شما، گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست، تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما، می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو. برم در آواز کنم؟ برای بابا من تنگ شده دلم و برای دوتا از دوستام که از کلاس ما خیلی دوستای صمیمی بودن، از مدرسه ما رفتن. وقتی که ما توی تابوت جنازش دیدیم، یکی چشمش باز بود، یکی هم بسته. بعد که خاکش میکردن، خیلی گریه کرد. بچه که بودم خودم رو دوست می‌داشتم، فکر می‌کردم که خدا اصلا نمی‌دونستم خدا چی چیه، فکر می‌کردم که خدا هم مثل ما یک انسانه. موسیقی
الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. داداش کوچیکم چون بیشتر یعنی بم بازی میکنه و بیشتر تو خونه ها باشادت کردن بیشتر اونو دوست دارم. و از نگاه کردن به آفتابگردن ها در باغچه لذت بردیم که مادر سینی به دست آمد، به پدر بزرگ سلام کرد، پدر بزرگ هم به او سلام کرد، مادر سینی را گذاشت روی میز. دستان که تو الان اینجا خوندی گفتی با دندون، نه با به دندون. داداش بزرگم همسر کارمره، هم یکم که میاد خونه اصابش خورده خسته ها، زیاد یکم به هم دست میده منم به هم بر میخوره. خیلی دوست دارم مثل حافظ بشم. شعر گفتن و سرودن مثل اون خیلی سخته، اما تمرین میکنم و میدونم روزی شعرهای خوبی خواهم گفت. زیاد حافظ میخونم و به اون کار انجار میرم، اما راستش هنوز چیز زیادی از حرفاش نمیفهمم. کسی هم نیست که از اون کمک بگیرم. پدرم چند سال پیش بر اثر بیماری فوت کرد، به همین دلیل خانواده ما وضع مالی خوبی ندارن. نمیتونم به کلاس خوب برم و کتابهای مفید بخرم. فقط با حضور در یک انجمن شعر و ادب کارهای خودم رو دنبال میکنم. نسرین شیروانی در حدود 3 ماه که به جلسات ما شرکت در جلسات شرکت میکنم، به دفعه اولی که من اینجا با مادر و خالش شرکت کردم، به از ما راهنمایی میخواستن که دختر ما داستان میگه شعر میگه، به ما ایشون رو دعوت کردیم که تو جلسات حتما حضور پیدا کنه. یه استعداد ذاتی در وجودش که در داستانایی که میگه یا در شعری که میگه یه خلق آثار میکنه، یه واجه جیدا میافرینه خودش. این رو همه میدانیم که یک روز به دنیا میاییم و روز دیگر میمیریم و باز زنده میشویم. خودم دیدم که انگار میمیرد و باز زنده میشود. آری کرم ابریشم آن وقت که به دور خود پیله می‌بندد، به دور خود پیله می‌بندد. مرگ و زندگی در این دنیا جلوی چشمان ما در این دنیا اتفاق می‌افتد. خودم دیدم که انگار می‌میرد و باز زنده می‌شود. آری کرم ابریشم آن وقت که به دور خود پیله می‌بندد، به رنگ سفید یعنی کفن. واقعا از نزدیک نبوش هم دیدی جان؟ از حرفای نسرین و بندکی تحقیق به کشف جالبی رسیدن. حافظ در طول عمرش تنها 2 بار به سفر رفته بود. مدت کمی به جزیره هرمز از زمان حدود 22 ماه دری است. علت این حضور چیزی جز تبعید یا تحصیل نبوده. اونم در مدرسه زیایی یا همون زندان اسکندر فعلی که در نزدیکی خونه نسرین بود. مادر بافت تاریخ یزد به کاملا نزدیک به زندان اسکندر زندگی میکنه، همون جایی که گفته میشه حافظ اونجا اقامت داشته. یک روز من خانم معلم با بچه ها داشتم از اینجا میگذشتم که خانم معلم گفت میدونی نسرین، نزدیک چند صد سال پیش حافظ اومده بوده یزد، بعد توی مدرسه درس میخون، بعدش هم که اینجا به زندان گفتن و زندان شده بود و دیگه معروف به زندان بود، دیگه من نمیدونم که چه اتفاق افتاد. ولی من فهم میکنم که دلش از اینجا گرفته بود و رفته شهر خودش.
از اون روز فکر شعر گفتم و نوشتن به ذهنم خورد. وقتی میبینم در جای زندگی میکنم که میگن حافظ مدتی اونجا بوده و شعرهایم اونجا سروده، انگیز و امیدم برای نوشتن بیشتر میشه. هر روز صبح که برای رفتن به مدرسه از جلوی زندان اسکندر میگذرم، به یاد این بیت شعر حافظ میفتم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. حافظ را خیلی دوست دارم، دوست دارم مثل حافظ باشم که منم مثل اون کتابم، کتاب شعرهام پخش بشه تو دنیا و همه کتاب منو بخونن. دو تا کتاب حافظ داریم توی خونه، یکی برای مادرمه، یکی هم برای منه. یکیش آبیه که خیلی خطش خوبه، من میتونم بخونم، و یکی هم برای مادرمه که با خط خوشنویسی نوشتن. این همون حافظ آبیه هست که برای منه و خطش هم اینجوریه. برای همین من میتونم این خط رو خیلی قشنگ بخونم. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. منم میام اینجا بعضی وقتا رو شما کمکم کنید، یا بعضی وقتا به تو زنگ بزنم. در چه مورد کمک کنم؟ در حافظ میخوام بگم، حافظ شعرهای حافظ رو بهم یاد بدید، معنیاشو بهم بگید. نصیحتی کنمت بشنو بهانه نگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگو ازت بپذیر. میفهمی معنیش چی شده؟ ناصح یعنی نصیحت کن، مشفق یعنی با محبت. بعضی وقتا نگران میشم و فکر میکنم امکان این که من بخواستم برسم خیلی کمه. همسایه ما پیر زنیه که سال هاست شعر میگه و اون هم علاقه زیادی به حافظ داره. با خودم میگم شاید من هم بعد از گذشته سالها با این همه علاقه مثل اون بشم، نه کتابی از اون چاپ بشه و نه کسی منو بشناسه. میدونم که ما مهاجریم و ما دارم اینجا برای اقامت خیلی تلاش میکنه، اما نمیدونم با این شرایط روزی میرسه که من کتاب چاپ کنم و یا کسی منو به عنوان نویسنده یا شاعر بشناسه یا نه. زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، که از این شکار فراوان به دام ما افتد. به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد.